سلام دوستان عزیز و مهربانم. من دیشب تو خواب شهرام کاشانی رو دیدم. که منو از تو اونا میخوان شادیه اسممونو عذاب کنن، نمیتونم گفت بابا جان، همیشه به من میگفت بابا جان، جانم میتونی با هم بریم امشب سینما؟ گفتم من که اهل سینما نیستم. گفت والا یه فیلم خوبه، دلم خواست تو رو ببرم. ما نفهمیدیم رفتیم تو سینما، نفهمیدیم چه فیلمی بود. تو همون سینما من خواب میپرم، یاد این بچه میفتم. باور کنی هفته 3-4 روز به من زنگ میزد، هر نقطه دنیا بود. گفت بابا جان، گفتم جونم چی کار میکنی؟ گفتم مشغول کارم. گفتم تو چی کار میکنی؟ گفت منم با این دوست دخترم هستم و بیا میخواد بس احوالت بپرسه. میداد دوست دخترش احوال پرسید، میگو به اون بچه ها سفارش کن کنسرت تو دانمارک بذارن برامون، تو برلین بذارن. ما سعی میکردیم که به همه سفارش کنیم کنسرتشو بذارن، ولی این گوش من عادت کرده بود هفته 3-4 روز صدایی بابا جان. منم میگفتم جون من، جونم. ولی خب زود اپا دور شد و دیگه اون صدای بابا جانم دیگه من ندارم. عشق من توی بیا قربونت برم، مواظب خودت باش، تو رو خدا مشروب نخور، به خودت ظلم نکن. بله خب اونه ای وقتی که میخور دیگه نمیدونه چیکار کنه، چی داره میگه چی نمیگه. من نیدم تا حالا سیگار بکشه، شرم کاشویر من نیدم علف بکشه، شرم کاشویر من نیدم مواد مخدر استفاده کنه. شهرام کاشانی رو ما ندیده بودیم مشروبات الکلی بخوره و وقتی که بقیه بچه ها میخوردن شهرام مشروب نمیخورد. چی شد؟ چرا شهرام کاشانی دست به مشروبات الکلی زد؟ من مشروب الکلی خب اکثر 99% دوستایی که باشون میرفتم بیرون همه مشروب میخوردن. البته خب خیلی هاشون هم علف میکشیدن، خیلی هاشون هم مواد میزدن، ولی خب اون چیزا رو هیچ وقت من دست نزدم. با همین یه دونه آبجو شروع شد که اتفاقا با دوست خودمون بودیم تو لاس وگاس، منصور، که اون مشروب میخورد اون موقع و هی چون تنها میخواست تنها مشروب نخوره و هم گفت یه دونه آبجو بخور، حالا یکی دوتا بخور. همین یکی دوتا آبجو خوردنم یکم احساس راحتی به من میداد، یکم میدیدم چقدر خوبه، چه باحاله، با همه میتونی صحبت کنی، سوشالایز میکنی، چقدر اخلاقت خوب میشه، همه چیز راحت تر میبینی، درست مثل قرص ریلکس کننده، قرص آرام بخش. منتها
متاسفانه من نتونستم. بهانه نمیشه باشه؟ بهانه نمیتونه باشه که طرف بخوره بعد به خودش بزنه به مستی بعد هر کاری دلش بخواد تو اون کار بکنه. من چون خیلی آدم از لحاظ ازش در می آوردی؟ ازش هم اوایل نه مست نمی کردم به خاطر اینکه مثلا دو سه تا آبجو بیشتر نمی خوردم، می ترسیدم. آها. به مرور زمان، به مرور رفتنهای بیرون، کنسرت‌های بیشتر، کلاب رفتنا، دیگه مشروبات به مثلا وقتی عدمون دیگه زیاد بود به بطری کشیده میشد، بطری به دومین بطری وقتی 10-15 نفری. ما هم که خدا رو شکر تو میدونیم هر جا میرفتیم ما با ارتش میومدیم، ارتش خودمون داشتیم. متاسفانه و از دستم خارج شد. بهش گفتم که الان تو آلمانی چرا نمیری پدرتو ببینی فرخو؟ چرا فرخ نمیاد؟ اون پدر من نیست، تو پدر منی. خلاصه شهرام تو همیشه اینجای منی، تو قلب منی عزیزم. عکس قشنگ رو برون نگاه تو تو چشما، قصه میگن چشمای تو از عشقی بی سرم جا. از اون شبا تا این شبا انگار یه اون گذشته، بیا که عشق خوب من دلم هوا تو کرده. نگو نگو تموم شده، گذشته ها گذشته، این فاصله میونه ما تلسم سر گذشته. بمون بمون که عشق غم نشسته توی چشمام، نمیشنوی فریادمو که بی تو خیلی تنها. صداعات الان تو گوشمه، نمیتونم فراموشت کنم. عکستو میبینم بغض میگیره منو. اخ خدا میخوام روحتو شاد کنه، راحت بخوابی بدون ما همه دوست داشت.